میخوام دعوت بکنم از دوست قشنگم کمدین سهیل غلام رضاپور. یه دونشم سر زرب نزدم. خیلی مخلصیم. خوبی؟ آقا میبینی وضعیتو؟ تنها وضعیت غمگین و غم انگیزیه ولی خب میریم جلو دیگه. تنها موندیم نه؟ همیشه در رویاهام میدیدم که مردم هستن تو خندوانه شلوغ پرشور، بعد من نیستم. خب خیلی هم الان من هستم، مردم نیستن. خیلی غم انگیز داره. خیلی آره. خیلی. ولی ان شاء الله درست میشه. کرونا که بره ان شاء الله هممون باز دور هم جمع میشیم کیف میکنیم. ان شاء الله ان شاء الله ادامه میدیم آقا، ما ادامه میدیم. درسته؟ بله درسته. خب. برای مردم تو خونه استنداپ میکنیم و شما. بله خواهش میکنم. خب. در خدمت شما. میخوام در مورد بابام باز صحبت کنم. من استنداپ قبلیم در مورد بابام نبود. چه موضوع تازه‌ای واقعا. آفرین. خیلی عجیبه. خیلی فکر کردم به این رسیدم. یعنی بین مامان بابا اینا گیر کردم، بابا رو انتخاب کردم. من چند وقت پیش رفتم خونه، یکی دو ماه پیش، بعد دیدم بابام افسردگی گرفته. بعد من هیچ تصوری نسبت به افسردگی بابا نداشتم واقعا. اصلا بابا مگه افسردگی میگیرن؟ باباها تهش بزن شکم روی میگیرن، شکم روش میگیرن. اصلا افسردگی چیه؟ من متوجه نمیشم. بعد اخلاقای عجیب داشت. مثلا همیشه کولر رو خاموش میکرد. اونجوری نبود خاموش نکنه، اون وظیفه پدریشه. ولی دیگه حال و حوصله نش بودن. قدیم میرفت سری خاموش میکرد، میومد ببینه ما گرممون عشق کنی. اونجوری نبود، مثلا میرفت خیلی آروم اونجوری میومد. بعد تو اگه میرفتی دوباره روشن میکردی، اصلا براش مهم نبود، دوباره میرفت میومد. یا مثلا سه چهار بار این کار میکرد، میرفت کنترل رو میزد، بهت گیر نمیداد. خیلی بد بود واقعا. به مامانم گفتم بیا دلایل افسردگی بابا رو بررسی کنیم. گفتم مامان تو کار خاصی کردی؟ گفت نه. همسایه ها کار خاصی کرده یا نه؟ گفت نه. گفتم عمو فریدون باز کار خاصی کرده؟ گفت اون بنده خدا که دیگه 200 میلیون پول بابا تو خورد فرار کرد، دیگه اصلا بابات ندیدش که کار خاصی بکنه. گفتم رئیسش اذیتش کرده؟ گفت رئیس که نه، بنده خدا الان دو هفته است بابا تو اخراج کرده، اصلا دیگه نمیبینن. چه؟ گفتم خب چیه؟ مامانم گفت شاید افسردگی پس از زایمان گرفته. گفتم که افسردگی پس از زایمان که مال خانوماست اولا، دوما آخرین بچه‌تون منم 25 سال پیش به دنیا اومدم. چه افسردگی؟ که گفتش که احتمالاً الان بعد 25 سال ثمره رو دیده افسردگی گرفته. گفتم نه اینم نیست. گفتیم بریم شو دکتر، یه دکتری پیدا کنیم بتونه بابا رو درست درمان کنه. رفتیم یه دکتر روانپزشک پیدا کردیم و رفتیم تو مطب. دکتر من گفتش که شما مشکل بینایی داری؟ گفتم که مریض بابامه. که بابام یه پس کردنی بهم زد، گفت مریض خودتی، من مراجعه کننده ام. که گفتم مراجعه کننده بابامه. گفت ایشون مشکل بینایی دارن؟ گفتم آه افسردگی دارن. گفت آخه اینجا مطب چشم پزشکی اشتباه اومده. خیلی عجیبه. می دیگه دیدم ساختمان پزشکان دیدین دیگه، مثلا یه مطب 100 متری رو به 7 قسمت تقسیم میکنن. یعنی میری داخل یه مریض خوابیده، یکی داره مغز و جراحی میکنه، یکی داره چش و لیزر میکنه، یکی داره دندون رو جرم‌گیری میکنه، یکی داره قلب و عمل میکنه، یه اورولوژیست داره رد میشه از اون ور بره آب بخوره، نمیدونم اصلا خیلی گرفتاریه، همه تو هم دیگن. بالاخره اومدیم بیرون، رفتیم مطب بغلی، رفتیم و نشستیم و دکتر ورود کرد، گفت مشکل بینایی دارین؟ گفتیم بیا باز اشتباه اومدیم. گفت نه سر صندلی من نشستی، بلند شو. سر صندلی دکتر نشسته بودم، بلند شدم اومدم نشستم این ورا، دکتر شروع کرد با بابا حرف زدن. یه سری نکاتی رو به بابا گفت، یک سری صحبت ها کرد، تهش چند تا راهنمایی بهش کرد. گفت ببین حیوان خونگی داری یا نه؟ بابام یه نگاه به من کرد، گفت جواب نمیده آقای دکتر، به نظر یه چیز دیگه. گفتش که باشه، ببین هر کسی تو دنیا اذیتت میکنه به نظرم بلافاصله باید ازش دور بشی. بابام یه نگاه به من کرد، صندلیش رو گم آوردیم بردن. گفتش که ببین هر چیزی تو دنیا باعث اذیتته، باید فراموشش کنی، باید بذاریش کنار. گفتم آقا دکتر تو اینو درمان کن، من خودم گم میشم میرم، من یکی بگم فقط. گفت ببین پس رابطه شما دوتا بده، بهترین چیزی که برای درمان رابطتون وجود داره اینه که شما دوتا جاتون رو با هم عوض کنین. یعنی تو بشو پدر اون بشه پسر تو، یعنی حمایتش کن. همه چی دیگه فکر کنین واقعا جاتون برعکسه، شما میخواین موقعیت همو درک کنین. گفتم خب این شد اوکی بریم بیرون مطب. اومدیم گفتم خب گوشی تو بده بگردم ببینم چی توشه. گفت باشه تو اول پول تو جیبی منو بده. گفتم غلط کردم. بعد
به ذهنم رسید از حرکات خودش استفاده کنم. گفتم باشه. سر ما حقوقم، حقوق تو گرفتم بهت میدم. گوشی تو بده. گوشی رو داد و گفت فقط تو پوشه ترسناک نرو. گفتم عین ناکه. چی قایم کردی؟ گفت عکس بچگی خودت. که گوشی رو گرفتم و گفتم اصلا با عکس ها کار نداشتم. میخوام برم توی قسمت مخاطبین. مخاطبین رفتم از الف شروع کردم. اولی نمیشه بود انگل. زنگ زدم گوشی خودم زنگ خورد. گفتم اسم من انگل سیف کردی؟ گفت نه میخواستم از الف باشه که مثلا اول بیای. گفتم باشه. دومی نشد اسکل. بعد گفتم این شماره داداشه؟ گفت نه این خط اعتباری خودته. گفتم آقا الف اصلا ول کن. رفتم پوینتر پوینتر. یه اسم دیدم خیلی برام عجیب بود. غلام جون. چرا باید غلام بعدش جون بیاد؟ اصلا بعد غلام جون نمیاد که. اصلا غلام پسوند نداره، همیشه پیشوند داره. آ غلام، استا غلام، مش غلام، تج غلومیه. خیلی ذهنم درگیر شد. گفتم بابا این غلام جون کیه؟ گفت اون عمو فریدونته. عجیب‌تر شد فضا. اصلا عمو فریدون تو سیف کردی غلام جون. چه ربطی به عمو فریدون داره اصلا؟ گفت آ گوشیمو بده، تو خیلی داری فضولی می‌کنی. گوشی گرفتیم رفتیم خونه. رفتیم خونه و ورود کردم به خونه. بابا رفت تو اتاق من، من نشستم روی مبل. هوا گرم بود ولی من نمیدونم چرا سردم شده بود. تهش بلند شدم کولر رو خاموش کردم. یعنی انگار در وجودم یه چیزی میگفت کولر رو خاموش کن، کولر رو خاموش کن، کولر رو. حس پدری داشت به من دست میداد. بعد به شکل عجیبی 2 ساعت واسه اخبار نگاه کردم. یعنی انقدر تحولات خاورمیانه برای من مهم بود اصلا نگم برات. یعنی 2 ساعت نشستم تحلیل مرگ خاشقچی رو نگاه کردم. برام ریخته بود. بعد 1-2 ساعت دیدم بابا پیداش نیست. گفتم این کجاست؟ برم بگردم. یادم اومد تو اتاقشه. گفتم برم موچشو بگیرم. رفتم در زدم، درو وا کردم، دیدم رو صفحه خالی کامپیوتر داره رفرش میکنه. همجوری داره رفرش میکنه. اونم داشت اخلاق پسرها رو پیدا میکرد. بعد اخلاقای عجیبی پیدا کرده بود. مثلا میومد خونه بوی سیگار میداد. بعد بهش میگفتم بابا چرا بوی سیگار میدی؟ میگفت راننده تاکسی کشیده. میگفتم تو با ماشین خودت رفتی بیرون، راننده تاکسی چیه؟ میگفت نه رفیقم راننده تاکسی، سوارش کردم آوردمش اینجا. یا چیزای عجیب داشت دیگه. تهش تیر آخر و زمانی بهمون زد که اومد خونه گفت که آقا من زن میخوام. که مامان شنید منو بابا و دکتر رو از خونه پرت کرد بیرون. این دکتر از خونه ما نه، از خونه خودش پرت کرد بیرون دکتر رو. که شما الان میبینی یک میزنی شبکه نسیم منو میبینی. ما یه مدت تو پارک میخوابیدیم، بعد من با رئیس شبکه قرار دادیم بسیم کدام آقا 3 وعده غذای گرم، یه جای خواب بده، هر برنامه ای تو بگی من میام مجانی اجرا میکنم. اینه که الان هی میام تو برنامه مختلف به خاطر اینه، فقط به خاطر جای خواب و ایناست. اگه اجازه بدی من زودتر برم تا درای سازمان رو نبستن جای خواب رو بگیرم. خیلی مخلصی به افتخار خودت. ممنون. خیلی شکریم. با اجازه. مخلصیم.